نیت کردن او کی این زر بدهم بدان هیزم کش چون من روزی یافتم به کرامات مشایخ و رنجیدن آن هیزم کش از ضمیر و نیت او. آن یکی درویش هیزم می کشید، خسته و مانده زبیشه در رسید. پس بگفتم من ز روزی فارغم، زین سپس از بحر رزقم نیست غم. میوه مکروه بر من خوش شده است، رزق خاصی جسم را آمد به دست. چون که من فارغ شدستم از گلو، حبه چند است این بد هم بدو. بد هم این زر را بدین تکلیف کش، تا دو سه روزک شود از قود خش. خود ضمیرم را همی دانست او، زان که سمعش داشت نور از شمع او. بود پیشش سر هر اندیشه‌ای، چون چراغی در درون شیشه‌ای. هیچ پنهان می نشد از وی ضمیر، بود بر مضمون دلها او امیر. پس همی منگید با خود زیر لب، در جواب فکرتم آن بلعجب. که چنین اندیشی از بحر ملوک، کیف تلقی الرزق ان لم یرزقوک. من نمی کردم سخن را فهم، لیک بر دلم می زد عتابش نیک نیک. سوی من آمد به هیبت همچو شیر، تنگ هیزم را ز خود بنهاد زیر. پرتو حاولی که او هیزم نهاد، لرزه بر هر هفت عضو من فتاد. گفت یارب گر تو را خاصان هیند، که مبارک دعوت و فرخ پیند. لطف تو خواهم که میناگر شود، این زمان این تنگ هیزم زر شود. در زمان دیدم که زر شد هیزمش، همچو آتش بر زمین میتافت خش. من در آن بی خود شدم تا دیرگه، چون که با خویش آمدم من از وله. بعد از آن گفت ای خدا گر آن کبار، بس غیورند و گریزان زشتهار. باز این را بند هیزم ساز زود، باز این را بند هیزم ساز زود. بی توقف هم بران حالی که بود، در زمان هیزم شدن اغصان زر. مست شد در کار او عقل و نظر. بعد از آن برداشت هیزم را و رفت، سوی شهر از پیش من او تیز و تفت. خواستم تا در پی آن شهر روم، پرسم از وی مشکلات و بشنوم. بسته کرد آن هیبت او مر مرا، پیش خاصان ره نباشد آمرا. ور کسی را ره شود گو صرفشان، کان بود از رحمت و از جذبشان. پس غنیمت دار آن توفیق را، چون بیابی صحبت صدیق را. نه چو آن ابله که یابد قرب شاه، سهل و آسان در فتد آن دم زراح. چون ز قربانی دهندش بیشتر، پس بگوید ران گاو است این مگر. نیست این از ران گاوی مفتری، ران گاوت می نماید از خری. بذل شاهانه است این بی رشوتی، بخشش محض است این از رحمتی.